اولین دیدار دکتر مسعود پزشکیان با وزیر عربستان. همون گونه که اطلاع دارید برای حضور رئیس جمهور در اجلاس اوراسیا، دکتر پزشکیان دیروز وارد کشور قطر شد، با امیر قطر و دیگر ارکان بالا مقام کشور قطر دیدار و گفتگو کرد. اما به نظر میرسه که امروز با دیداری که با وزیر عربستانی داشته، در خصوص روابط مهم دو کشور ایران و عربستان گفتگوهایی شده که در ادامه با همدیگه فیلم مربوط به این اتفاق و تصاویر کاملش رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد و ببینیم که دکتر پزشکیان چه صحبتهایی رو در دیدار با وزیر عربستانی انجام داده. در اول این کار و بخوایم شروع کنیم صحبتهای دکتر پزشکیان، از این گفت که عربستان برادر ماست. پزشکیان ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط با عربستان بر علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تعاملات با این کشور تاکید کرد و گفت ما کشورهای اسلامی از جمله عربستان را برادران خود می‌دانیم و بر لزوم کنار گذاشتن اختلاف نظر و همگرایی و همافزایی بیشتر با یکدیگر تاکید داریم. دکتر مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه خودش به قطر، در محل اقامت خودش با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد و پزشکیان از این گفت که وقایع طرح و تأسف‌بار غزه و لبنان ناشی از تجاوزگری رژیم صهیونیستی را از مهمترین مسائل و مشکلات جهان اسلام می‌دانم و با اشاره به اقدام اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن اهداف نظامی و امنیتی این رژیم گفت همان گونه که بارها اعلام کرده ایم ما به هیچ عنوان از افزایش تنش و بحران در منطقه استقبال نمی کنه و عملیات قاطعانه اخیر نیروهای مسلح ما نیز پاسخی مشروع به استمرار جنایات های این رژیم پست و دست وعده دروغین آتش بس در غزه در ازای خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران بود. دکتر پزشکیان با بیان این که کسانی که امروز در غزه و لبنان حملات وحشیانه صهیونیست‌ها را تحمل می‌کنند گفت برادران و خواهران ما محسوب می‌شوند و نباید نسبت به رنج و آوارگی آنها کوتاهی کنیم. در ادامه فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان است در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم ولیعهد عربستان به دکتر پزشکیان و تاکید بر عزم این کشور برای توسعه با روابط ایران گفت ما بنا داریم صفحه اختلاف نظرها میان دو کشور را برای همیشه ببندیم و مانند دو کشور دوست و برادر به حل مسائل و توسعه های دو کشور بپردازیم. وزیر خارجه عربستان با اشاره به شرایط بسیار حساس و بحرانی منطقه در سایه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان و همچنین تلاش این رژیم برای گسترش دامنه جنگ به دیگر نقاط گفت ما به حکمت و درایت شما در کنترل شرایط و همچنین ایفای نقش در مسیر تحقق آرامش و صلح در منطقه اطمینان کافی رو داریم. در ادامه دکتر پزشکیان از این گفت که با بیان اینکه کسانی که امروز در غزه و لبنان هستند اونها نیز برادران ما هستند و متاسفانه دارند یک به یک از بین می‌روند گفت ما باید هر چه زودتر جلوی این تجاوزگری ها را بگیریم. رئیس جمهور همچنین بر اهمیت نقش و جایگاه عربستان به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلام در توقف جنایات رژیم صهیونیستی از مسیر رایزنی با کشورهای غربی تأکید کرد. چکیده ای از صحبت های دکتر پزشکیان بود که به نظر میرسه ساعتی پیش منتشر شد و در ادامه هم از این گفته شد که کوچکترین خطای صهیونیست ها پاسخ کوبنده تری خواهد داشت. رئیس جمهور در ادامه برنامه سفر کاری خودش با دیدارات عالی مقام حماس هم دیدار و گفتگو کرد و وارد یک بخش دیگه از سفر خودش شد. با ما همراه باشید و چکیده مهم از صحبت‌های رئیس جمهور رو بشنوید. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم اومد. علاوه بر سفر که بسیار با اهمیت است، ما لازمه که وفاق رو و همدلی رو بین خودمون و کشورهای اسلامی گسترش بدیم، توسعه بدیم. ماها با هم برادریم، کشورهای مسلمون با هم برادرم و این توصیه رسول خدا رو اگر ما مسلمون ها بهش عمل بکنیم
اسرائیل به تنهایی در منطقه نمیتونه این قتل و غارت و کشتاری رو که انجام میده به این راحتی انجام بده. ما به دنبال توسعه روابط با دولت قطر هستیم و اراده مشترک دو تا کشور در ارتقاء سطح همکاری ها وجود داره و میتونیم این رو تقویت بکنیم. امیدوارم که مذاکرات هیئت های ما با قطر و همکاری هایی که بین ما دو تا صورت خواهد گرفت در تمام زمینه ها، چه از نظر مواصلاتی، فرهنگی، بهداشت و درمان، مسائل دانشگاهی، مسائل گردشگری مورد توجه قرار بگیره و بتونیم با همدیگه سرمایه گذاری های مشترکی در هر دو طرف داشته باشیم، طبیعتاً میتونه این پیوند ما رو افزایش بده. ما آمادگی داریم برای اینکه بتونیم در رابطه با مسائل تکنولوژی و تولیدات مشترک با همدیگه همکاری داشته باشیم. امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری، هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. اما همون گونه که گفته شد بعد از دیدار و سفری که رئیس جمهور برگزار کرد، به نظر میرسه که فردا عازم ایران بشه و در نماز روز جمعه شرکت کنه. همون گونه که اطلاع دارید میدان انقلاب هم یک دیوار نگارش رو نمایش شد و تصویر حزب الله زنده است بر این دیوار نگاره نقش بست و همچنین مقصد دشمن سیاه و تاریک است، به یمن خون تو صهیون به مرگ نزدیکتر است. این صحبتی بود که در دیوار نگاره میدان ولیعصر امروز نقش بسته بود. در ادامه بدعهدی سابق دار غربی ها در گفتن این که میخواهیم جلوی اسرائیل رو بگیریم همچنان داره ادامه دار میشه. یک هشدار جنجالی هم ایران به حامیان اسرائیل داد که خودشون رو کنار بکشن. نماینده ایران نیز در سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال رسانه های آمریکایی درباره ابعاد پاسخ مجدد ایران به شرارت های رژیم اشغالگر گفت پاسخ ما صرفا به تجاوزگری آنها خواهد بود، چنانچه این میان کشوری به تجاوزگری کمک کند آن کشور نیز شریک جرم هست و مشروع تلقی خواهد شد. توصیه ما این است که وارد تقابل رژیم اشغالگر و ایران نشوند و خود را از این معرکه کنار بکشند. این صحبت هایی بود که انجام شد. دیدارهای مختلفی در طی 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. دکتر عراقچی هم صحبت های مهمی انجام داد که حالا در ویدیوهای آینده به صورت کامل بهش خواهیم پرداخت. برگزاری مراسم بزرگداشت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله هم در مصلی امام خمینی تهران به نظر جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه و این مراسم تا پیش از آغاز خطبه های نماز جمعه ادامه خواهد داشت و سپس نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه خواهد شد. این اتفاقی هست که فردا قرار بیفته و خبرش منتشر شد. دیدار زیادی هم نخست وزیر تایلند با رئیس جمهورمون داشته. در ویدیو آینده بهش به صورت کامل خواهیم پرداخت.